دور هشتم مذاکرات احیای توافق هسته‌ای ایران در وین در جریان است. این در حالی است که از چند سو گفته می شود پایان این توافق ها نزدیک است، ولی هنوز نتیجه قطعی حاصل نشده. همکارم گیتا آریان که اخبار مذاکرات وین رو دنبال میکنه از وزارت خارجه آمریکا همراه ماست. گیتا، آیا مشخص شده که اصولا این مذاکرات به نتیجه میرسه یا هنوز در حد گمان زنی و چانه زنی هستیم؟ آریان، به نظر میرسه که چانه زنی ادامه داره کماکان، برای اینکه هنوز اختلافایی هست. یک رویترز از یک مقام ایرانی نقل کرده که مسائل فنی یا تکنیکی باقی مونده، اما میشه که تا پایان هفته به توافقی رسید. از طرف دیگه انریکه مورا که اداره کننده این مذاکرات هست، او امروز توییت کرد که الان به لحظات حیاتی این مذاکرات رسیدن، اینکه بعد از 10 ماه بالاخره دارن به پایان راه نزدیک میشن، اما هنوز معلوم نیست که آیا به توافق برسن یا نرسن و مسائل کلیدی مونده که باید گفت که به نظر میرسه شاید اون مسئله تحقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های گذشته ایران یکی از اونا باشه و شاید برخی تحریم‌ها مثل تحریم علیه سپاه و همینطور دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران. به هر حال از اون طرف هم میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات که امروز با آقای مراد ملاقات کرده بود، در ابتدای روز بعدش توییت کرد که داریم به گذشتن از خط پایان نزدیک میشیم. به هر حال مذاکرات در قالب مختلف به طور بسیار فشرده این روزها ادامه داره. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم که با CNN یک مصاحبه داشته، او به CNN گفته که ایران از خودش انعطاف نشون داده، ابتکاراتی به خرج داده تا بتونن به یه توافق خوب برسن، و بعد توپو انداخته در واقع در زمین آمریکا و اروپا و گفته اگه اونها تصمیم خودشونو بگیرن میشه ظرف چند ساعت یا حتی چند روز به نتیجه برسن. رویترز چند روز پیش گزارش داده بود که یک مسئله ای که در مطرح شده این وسط مسئله آزاد شدن زندانیان دو طرف هست، همینطور آزاد شدن پولهای ایران که اون طبیعی هست که پولهای ایران در اگر به توافق برسن به خاطر برجام آزاد میشه، اما این مسئله آزاد شدن زندانی ها یک مقام ایرانی در وین گفته که خب ارتباط مستقیم طبیعتاً با مذاکرات اتمی نداره، که خب اینو همواره حتی آمریکایی‌ها میگفتن، ولی خب بی ربط هم نیست، همونطوری که خب در 6 سال پیش هم دیدیم که وقتی برجام امضا شد یک سری از زندانی های دو طرف آزاد شدن. آریان، سپاسگزارم از تو. گیتا آریان از وزارت خارجه آمریکا با ما.